بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام و درود و حرمت خدمت یکایک شما عزیزان. الهی که روزگار بر وفق مرادتان و ایام به کامتان باشد. بسیار خرسند هستیم که مهمان خانه های گرم شما گرامیان هستیم و سپاسدار این که وقت گرانبهایتان را به ما می دهید، که البته به حکمت‌های مولایمان گوش جان می سپاریم. به هر حال سعادتی است که توفیق شامل حالمان شد که بخوانیم و بشنویم که پیشوای متقیان علی علیه السلام در کتابش با ما چه فرموده است، از ما چه می خواهد و ما چه قسمی می دانیم از فرمایشات ایشان کاربردی در زندگی خود استفاده کنیم. حکمت‌ها را یک به یک گذراندیم تا به حکمت 84 رسیدیم. ببینیم که اماممان در این حکمت چه فرمودند. بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: بقیت الصیف ابقى عددا و اکثر ولدا. امام علیه السلام فرمودند: بازماندگان شمشیر دوام و بقایشان فزونتر و فرزندانشان بیشترند. امام علیه السلام در این کلام حکمت آمیز خود به نکته پیچیده اشاره کرده است، اشاره به توایفی که دشمنان بیرحمانه از آنها قربانی گرفتن ولی باقی ماندگانشان بقای بیشتر دارند و فرزندانشان زیادتر خواهند بود. تجربه های تاریخی این حقیقت را تأیید و مورخان هم به توایف اشاره کردند که عدد کثیری از آنها کشته شدند ولی چندان نگذشت که فرزندانشان به طور چشمگیری زیاد شدند. نمونه بارز آن چنان که گفتیم فرزندان امیر مؤمنان علی علیه السلام بودند که بنی امیه آنها را هر جا یافتند از دم شمشیر گذراندند و بنی عباس نیز بی‌رحمانه از آنها قربانی گرفتند، ولی نسل آنها به قدری فزونی یافته که به حمد الله در تمام بلاد عدد کثیری از آنها دیده می شود. یا نمونه قرآنی اگر ذکر کنیم، سوره مبارکه کوثر خود نمونه بارزی است که کمی هم شگفت‌انگیز. همه ما می دانیم که نسل از مرد ادامه دارد و همین دلیل بسیاری وقتی فرزندان ذکور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فوت شدند گفتند که دیگر تمام است و نسل و یادی از پیامبر باقی نمی ماند. اما خداوند متعال قادر مطلق بر همه چیز قتل بطلان بر اندیشه شوم آنها کشید و تا همین حال هم می بینیم که با تلاش بسیاری که داشتند چراغ اسلام و نام محمد هرگز از یاد نرفته است و محققان با مطالعه بسیارشان در میابند که اسلام حق است و به این آیین رو میآورند. اسلام دین خداست. این الدین عند الله الاسلام. پس چه باک است از دسیسه های نیرنگ بازان که یا کمر به قتل و کشتار میبندند و یا از هر مکر و نقشه استفاده میکنند تا بتوانند صدمه ای بزنند، غافل از این که نور خدا هرگز خاموش نمی شود. والله متم نوره ولو کره الکافرون. تا برنامه بعدی به خدای قادر بی همتا می سپاریمتان.